خودم میبستم کار دیگه هم داشته باشید من در خدمتم خواهیش میکنم چه حرفی نه جدی دارم میگم یعنی چی؟ پریا فقط به داد کیوان برستادی و نشده نکنه خدایی نکرده یه وقتی پشیمون بشیم که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد چرا مگه کیوان دوباره طوری شده؟ خدا رو شکر هنوز نه من بزرگش کردم پسرمه میشناسمش از روزی که فهمید مریضه بدتر شده ولی به روی خودش نمیاره پریا خانم من اومدم اینجا که هر کاری شما بگید انجام بدم یه روز من با ازدواج شما مخالف بودم اون روز شرایط فرق میکرد امروز اگه این ازدواج به هم بخوره من کیوانم از دست میدم اومدم اینو بهت بگم که نجاتش بده هر چی بخوای بهت میدم خونه، ماشین، مغازه همه زندگیمو بهت میدم حسین آقا این چه حرفیه که میزنی؟ مگه من به خاطر این چیزا با کیوان ازدواج کردم که با این چیزا وسوسه بشم؟ چی تو رو وسوسه میکنه؟ بگو من برات مهیا میکنم هر چی بخوای فقط حرف مادرتو گوش نکن میدونم اون مادرت خیرتو میخواد اصلا شاید اون درست بگه منم بودم همین حرفو میزدم ولی تو رو به اون خدایی که مال سرته حرف مادرتو قبول نکن دیگه چجوری بهت التماس کنم چجوری خواهش میکنم آروم باشین بیاین بریم تو صحبت کنیم نه باید برم کیوان پیدا کنم نمیدونم کجا رفته موبایلش هم به خودش نبرده خیلی میترسم وحشت کردم خب میخوای من بیام باهاتون با هم بریم دنبالش بگردیم نه یه چیزی از خودش ثبت کرده فکر کنم برای شماست این حتما ببینید
سلام. سلام. چی گفت؟ هیچ. این چی؟ هنوز نمیدونم. رفتی با حبیب حرفاتو زدی؟ ببین مامان، من یه چند دقیقه میخوام بالا تنها باشم، خب؟ بعد با هم حرف میزنیم. من هیچ وقت اون بچه بانمکه خونه که همه لبش رو بکشن و قربون صدقش برا نبودم. حتی اون بچه عاقله که همه بخوان روش حساب بکنن یا کاریو بدن که بخواد براشون انجام بده اونم نبودم. هیچ موقع تو مدرسه شاگرد اول نبودم. اول که هیچی، دوم سوم هم نشدم. هیچ اونی که 20 میگرفت بچه درس خونه گلی بود. بعدم یه بار 17 گرفته بود تو خونه، همه تعجب کردن که چی شده این. نه این که بخوام این بچه لوسا بگم هیچ که منو دوست نداشت، نه. اتفاقا مامانم خیلی دوستم داشت، ولی همیشه احساس میکردم که یه چیزی کم بوده. احساس میکردم هیچ موقع بهم افتخار نمیکردن. نمیدونم، شاید اگه من بچه بهتری بودم براشون، اونها منو بیشتر دوست داشتن. هر اینا حسای بچگیم بود، دوست داشتم بهت بگم. الانم که بعضی وقتا این حسا میاد سراغم، میگم نکنه من هنوز همون بچه‌ام که فقط بزرگ شده. نمیدونم دارم چه تو بهت میگم، اصلا روزا اصلا نمیتونم درست فکر کنم. فکر کردن کار سختی شده. ولی خب دوست داشتم دارت بگم. و تنها جایی که تونستم این حسار رو از بین ببرم، تنها جایی که آرومم میکرد، بهم اعتماد به نفس میداد، حالم رو خوب میکرد، پیش تو بود. اون روزی که بهم جواب برداری گفتم بردم که با دیگه تموم شد، گفتم شاگر اول شد، ولی اشتباه کردم. اشتباه کردم جز واسه اول بازی بود. من فکر کردم که آخرشه. Hello.
خستم، خیلی خستم، از همه چی خستم. حوصله هیچی رو ندارم پریا، حوصله هیچ کس رو ندارم. دلم میخواد نباشم، دلم میخواد همه چی تمام شه، دلم میخواد بخوابم، برنشم، فکر کنم همه رو خواب دیدم ولی خواب نیست. بیداریم و واقعیت چیز دیگه یه که کاشم نمیشه کرد. تموم شده است، تموم شده است. سلام، خسته نباشی. تو اینجا چیکار میکنی؟ بفرمید. این چیه؟ رفته بودم اهدای خون. بله، آزمایش HIV هم روش مجانی میگیرم. ای وای علیرضا بابا، من همینجوری یه چیزی گفتم بی‌ظرفیت، داشتم مثال میزدم. تو که میدونی من بی‌ظرفیتم، برای چی همچین مثالی زدی؟ خب خیلی لوسی. خب حالا چرا تنهایی رفتی؟ منم میخواستم باید بیام. واقعا؟ فکر نمیکردم بخوای بیای، وگرنه با هم میرفتی. راستشو بگو، یعنی حرفای صبحم اینقدر بهت برخورد که رفتی یه همچین کاری کردی؟ وای حرفا چیه میزنی؟ بکردی من بچه‌ام. رفتم خون بدم، گفتم آزمایشم بگیرم. من فردا میرم. خب صبر کن، شاید جوابم مثبت بود. برو بابا. واقعا میگم، کار دیگه به هر حال. ببین، با ایدز، بی ایدز، زمین بره آسمون، آسمون بیاد زمین، بنده تا آخر عمر بیخریش جناب عالی هستم، همین. همه میگن خطرناکه. مادرم خودش خیلی ترسیده. هم سعی میکنه منو بیشتر بترسونه. من از لحاظ پزشکی میتونم قضیه رو برات تشریح کنم. دیگه بقیهش به خودت برمیگرده. اینکه از زندگی چی میخواد؟ به نظرم اون قسمتش رو باید بری پیش مشاور خانواده. ولی از نظر پزشکی واقعا مشکل لاینحلی نیست. الان اون بخشی که میتونه برامون خطرناک باشه بیشتر همه رو نگران کرده. ببین، اگه هر دو نفرتون حواس جمع باشین و بدونین چه کارهایی رو باید بکنین، میشه جلوی خطر رو گرفت. خیلی هم سخت نیست. اگه دوا درمونش رو مرتب پیگیری کنه، حتی ممکنه تا 50 سال دیگه هم خیلی عادی زندگیشو بکنه. سختیاش چیه؟ دلم میخواد قبل از اینکه هر تصمیمی بگیرم همه چیزو دربارش خوب بدونم. گفتم که سختیاش بیشتر به خودت برمیگرده، خیلی پزشکی نیست. خب چرا؟ خیلیاش هم پزشکیه، مثلا بچه دار شدن. علمی مشکلو حل کرده، شاید یکم درد سر داشته باشه، ولی با یه سری تمهیدات میتونی بچه دار بشی. تحت مراقبت یه بچه کاملا سالم به دنیا میاد. اگه مشکل پرداخت هزینه هاش رو نداشته باشی، اصلا نگران اون نباش. معمولا بقیه توی همچین موقعیتی چیکار میکنه؟ بقیه؟ تو چیکار به بقیه داری؟ تصمیم خودت رو بگی. خب دلم میخواد تجربه آدمایی که این شرایط رو گذروندن رو بدونم. من مشاور خانواده نیستم، ولی حداقل میتونم بهت بگم حواست به چه چیزایی باشه. چند وقت باش ازدواج کردی؟ حدودا یه هفته است. همش یه هفته است؟ مطمئنی میخوای یه همچی فداکاری بزرگی رو برای کسی بکنی که فقط یه هفته باهاش زندگی کردی؟ البته ما تو این یه هفته درست هم با هم زندگی نکردی. ببین، با خودت کنار بیا. تحملش رو داری که یک فرد مبتلا همسرت باشه؟ خیلی از اونایی که طلاق میگیرن کسایی هستن که دیدشون نسبت به اینجور افراد منفیه. حالا هر چقدر هم که طرفشون آدم خوبی باشه و مراقب باشه که همسرش به خطر نیفته، ولی بازم نمیتونن تحمل بکنن که یه همچین آدمی سالها باهاشون توی خونه باشه. از وقتی که فهمیدی مبتلاست، حس بدی بهش پیدا نکردی؟ نه اصلا. اتفاقا بیشتر دلم براش میسوزه. اینم خوب نیست. یعنی از سر دلسوزی میخوای زندگی تو ادامه بدی؟ نه، دوستشم دارم. به اطرافیانت هم فکر کن.
قرار نیست فقط خودتون دو نفر باشین. حرف و نگاه دیگران هم تاثیر میذاره. شاید اونا به اندازه تو با این موضوع منطقی برخورد نکنن. نمیخوام به خاطر خوشایند دیگران تصمیم اشتباهی بگیرم. زندگی همسرم برام اهمیت داره. این که تو داری این حرفا رو از ته دل و با منطق میزنی و بعداً هم پشیمون نمیشی تشخیصش با من نیست. باید بری پیش یه مشاور خانواده. ولی اگه همه این حرفا واقعیت داشته باشه، من به عنوان یه پزشک میتونم بهت اطمینان خاطر بدم که میتونی باهاش زندگی بکنی. نه به راحتی بقیه. قطعاً یک سری محدودیتایی رو خواهی داشت. اما خب شدنیه. فقط باید ببینی که طرفت ارزشش رو داره یا نه. اگه تصمیمت رو گرفتی، حتما شوهرت هم با خودت بیار. یه چیزایی رو باید با جزئیاتش بدونین و رعایت کنی. درمانش رو که شروع نکرده. درمان؟ نه. مگه درمان داره؟ باید برای همیشه دارو مصرف کنه. چه بسا از من و شما هم بیشتر عمر کنه. معرفیتون میکنم به یه مرکز که مخصوص مبتلایانه. خیلی میتونن کمکتون بکنن. هرچه سریعتر شروع کنید بهتره. ممنون خانم دکتر. خیلی آرومم کردی. من با آدمایی مثل شما خیلی احترام میذارم. کار خیلی بزرگی داری میکنی. ولی باید تحملت هم خیلی زیاد باشه. مشکلی برای زندگی شما وجود نداره. یعنی چی؟ زندگی کنی با یه همچه آدمی؟ مگه نگفتی بریم دکتر؟ مگه نگفتی هرچی که اون بگه؟ خب دکتره که بچه خودشم بود همینو میگفت. هر کسی مسئول زندگی خودشه. من برای زندگی خودم تصمیم میگیرم. فقط زندگی خودت نیست، بچه هاتم هستن. تصمیم من هیچ فرقی به حال بچه‌ها نمی‌کنه. گفتم که حبیب خیال ازدواج نداره. همین؟ مامان این زندگی منه. من نسبت به کیوان مسئولیت دارم. اینقدر لطفاً تو زندگی من دخالت نکن. ما ناراحت نشو دیگه. ببخشید. سلام. سلام پریا خانم. خوش اومدی. تنهایی؟ کیوان که هنوز نیومده. خبری هم ازش نداری؟ میاد انشاءالله. نگران نباش. اومدم برش گردونم خونه. واقعا؟ خب چی شده که؟ نمیتونم دوریش رو تحمل کنم. میخوام برگرده خونه. میدونی دارم به چی فکر میکنم؟ به این که با همه مخالفتهایی که من داشتم، کیوان زن درستی رو انتخاب کرده برای زندگیش. کاری به بقیه چیزا و اتفاقاتی که افتاده ندارم، ولی خداییش کم پیدا میشه مثل تو پریا. خب برم یکم میوه و چای بیارم. نه راستش حسین آقا، من نگرانم. ولی خدا رو شکر نصف نگرانی من برطرف شد. نه همین الان رو میگم، همین امشب. چطور؟ کیوان تو اون فیلمی که ضبط کرده بود یه جوری بود، یه حرفایی میزد. من خیلی میترسم حسین آقا، میترسم بلایی سر خودش بیاره. نه ترس، کیوان پسر خودمه. به این سالگی ها کوتاه نمیاد، خیالت راحت باشه. ولی من دلم شور میزنه.
بچه ها چکار میکنی؟ کاری باید ندارم، گفتم اگه میخوای بپری پایین لباساتو بدونم بعد بپر. خب به درده دو نخوره دیگه، دست درد نکنه. برو دیگه. پس کفشه چی؟ برو حسنه رو بهت میگم برو. خیلی خب بابا، کفشه رو بده من خودم کمک میکنم به پری پایین. خوبه؟ آخه حیف این کفشانی بره زیر ماشین تیکه تیکه بشه. میدونی چند نفر توی مملکت هستن شب و روز بی کفش هستن؟ یه جو از این کفش رو ندارن. اسمم صابره، همه به هم میگن عمو صابر. کلی آش سر دستم مونده که باید برم بفروشم. ببینم تو خونه زندگی نداری؟ اگه کار نداری بلند شو بریم کمک من. اسمت چیه؟ کیوان. بیا آقا کیوان این هاشو بخور، بلند شو بریم. آره الان دیگه میام. این کاسبی نبار عجله کن. آره پیدا شد. بیا اینو میبریم بالا به پیره مرده رو نیمکت نشسته یه ترازو دستشه بده بهش رو بید. برو باقیش بیشم شب اون نمیخواد بگیری قبلا حساب کرده. برو باقیش. دست درد نکنه برام میارم. نه همون صاحبه میبرسه. همون صاحبه فرستده؟ حالش چطوره؟ حالش خوبه؟ حالش خوبه. همین پایین دست درد. بله شو بابا، هوا سرد خودت سرما میخوری. خوریست پسر عمو صابری؟ چطور؟ مثل خودش. دستت به خیره. خداحافظ. خداحافظ بابا. سلام سلام علیکم، حال شما چطوری؟ حالت خوبه؟ بفرمایید. سلام حالتون خوبه؟ سلامت باشید. بفرمایید بفرمایید. مشتریات اینا بودن؟ آره دیگه مشتری های همیشگی. کامشنت تو؟ چه دارم یکی اون بالا یک کاسه آش دیگه هم نده. برای کی بخن؟ یکی اون بالا بخن. بفرما بفرما دم از گم. هم که ماشالله را افتادی دیگه.
دیدم کلن به ارتفاع علاقه داری، این شد که آوردم این بالا. بیر کنم حسره ندارم. ای بابا، مثل که ما ایستیدم بدهکار شدیم. اگه ناراحتی هنوزم دیر نشد، میخوای بپری برو برد. آخه مرد حسابی، فکر نکردی اگه میافتادی علیل میشدی یا اون میخواستی چی کار بکنی؟ دیگه اونجاش فکر نکردم. همین دیگه، اگه از اولش فکر میکردی که همچین غلطی نمیکردی. ببخشید، من عادت دارم حرفامو رو بزن. نمیخوای بدون چرا داشتم این کار میکردم؟ بالاخره یه دلیل احمقانه داشتی برای خودت دیگه. به نظر من زندگی خودش اینقدر کوتاه هست که دیگه احتیاج نیست ما کوتاه‌ترش کنیم. همون کوتاهش هم خیلی وقتا قابل تحمل نیست. از کجا معلوم فردا یه اتفاقی نیفته که نظرت عوض نشه؟ اون وقتی که نیستی که حتی بخوای پشیمون بشی. مشکل من دائمیه. من هیچ موقع پشیمون نمیشم. هیچ مشکلی دائمی نیست. هیچ مشکلی. من ایدز دارم. به سلامتی. اصلا میدونی چیه؟ آره، یه چیزایی شنیدم. میگن بعد از چند سال ممکنه یواش یواش آدمو بکشه. خب. خب که خب. چیه؟ توقع داشتی الان بگم ای بیچاره، تو حق داشتی میخواستی خودتو خلاص کنی. نه آقا جون، این جوابو از من نمیشنوی. مگه شما نمیگی هیچ مشکلی دائمی نیست؟ این مریضی درمون نداره. هنوزم میگم دنیا را اگه رو سرت خراب کنن اینجاد سالم باشه هیچ مشکلی دائمی نیست. اما امان، امان از زمانی که حالت خوب نباشه. بگو بسنندت وسط بهشت، به خدا فایده نداره. حتما خانواده داری دیگه، یا یک کسی که برات خیلی مهم باشه، دوستش داشته باشی. آره. اگه بهت خبر بدن برای خانواده دی اتفاقی افتاده، یا چند تا از عزیزان تا یه شب از دست دادی بهتره، یا اینکه حالا فهمیدی یه بیماری داری، کدوم رو ترجیح میدادی؟ اصلا آدم ها رو ولشون کن. فکر کن صبح از خواب بیدار میشی، میبینی شب توی خواب بی خود و بی جهت سکته کردی، تمام بدنت فلج شده، فقط چشمات تکون میخوره. خدایش آرزو نمیکردی کاش لااقل یه بیماری داشته مثل همین ایدز. ها؟ خانواده خودتون کجا؟ اینجا همش. سلام، صبح بخیر، بیدار شدی؟ شما صبح تا شب اینجا کار میکنی؟ شب تا صبح اونجوری چه انرژی داری؟ این کار گله، اون کار دله. من صبح تا شب اینجا به عشق این کار میکنم که شب برم اونجا به مشتریان برسم. خیلی خوب، من با عزتون میرم. کجا؟
میام خونه. برو برو به سلامت، مطمئنم که خبر خوبی در انتظارت. اما اینام بدون هر اتفاقی که بیفته آدم فقط خودش میتونه حال خودش رو خوب کنه. نگفتین چه اتفاقی برای خانوادتون افتاد؟ اگه مطمئنی حالتو خوب میکنه میگم، ولی اینو بدون حال خودم رو بد میکنه. خداحافظ. به سلامت. نمیشه بفرستینم انفرادی؟ انفرادی مال وقتیه که تخلفی صورت گرفته باشه. یعنی چی؟ یعنی حتما باید تخلفی ازم سر بزنه تا شب بتونم آروم بخوابم؟ خب تخلف میکنم چیکار کنم؟ سعی میکنم یک کاری برات بکنم، اما اینجوری نمیشه. باید فکر اساسی که تا کی میخوای بری انفرادی ها؟ چیزی نمونده که، حبسم تمومه. دادگاه اون پسره چی؟ بعید میدونم بدون حکم حبس بتونی از اونجا بیای بیرون. البته ممکنه راضیشون کرد و شکایتشون رو پس بگیرن. چرا باید بخوان شکایتشون رو پس بگیرن؟ باید بدونن عمدن نبوده، باید بدونم از خودت چجوریه. اونا الان عصبانی تر از اینن که به این حرفا گوش بدن. اگر خانوادت بیان ممکنه باشون صحبت کنن و راضیشون کنن. وای وای وای، بازم همون بحث همیشگی. چقدر یه دنده ای تو پسر. نه نه آقای رستگار، من حاضرم همینجا تو زندون بمونم و بپوسم و بمیرم، ولی پدر مادرم متوجه نشن چه اتفاقی برام افتاد. باشه، پس برو به پوسیدنت برس. وقت منم علیکی نگیر. برو. سکته دادی منو، این چه بازی آخر را انداختی؟ سلام. سلام. موبایلتو چرا نبرده بودی؟ همه رو نگران کردی. دیشب تا حالا هرچی بیمارستان و کلانتری بوده سر زدم. الان هم میخواستم ماشین را بنزم خودم آواره خیابونا کنم برم دنبالت بگردم. پریا بنده خدا اومده بود اینجا ببینتت، نبودی. نگرانت شده بود، تصمیم گرفته تو رو برگردونه خونه. اصلا بیا تو برای تعریف کنم.